Sevgili baylar bayanlar, merhaba, nasılsınız? Yeni arkadaşlarım, can dostlarım, hoş geldiniz yeni dersimize. Bugün ben Dora ve Bamba grubuyla beraber adetleri öğrenmeye çalışacağız. Benimle kalın. خانم ها عزیز سلام خیلی خوش آمدید به درس جدیدمون دوستان عزیزم حالتون چطوره درس امروز که براتون در نظر گرفتم اعداد هست خیلی درس مهمیه کاچور ماین لطفا از دستش ندید و اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید بفرمایید سابسکرایب کنید لایک و کامنت یادتون نره اونملی بی درس هادی باش و روز تکرار هوش دوباره خوش آمدید بچه ها در مورد عدد ها این دیگه وظیفه شماست نه وظیفه معلمتون شما باید این اعداد رو حفظ کنید هیچ چاره دیگه یا براش نداریم جز اینکه من براتون بخونم و شما مدام گوش بکنید تا براتون جا بیفته شروع کنیم با عدد یک بیر یکی

حالا اعداد 20 تا صد رو براتون بخونم. یرمی، اتوز، کرک، الی، الی، آتمش، یتمش، سکسن، دکسان یوز. یرمی، اتوز، کرک، 50 60 70 80 90 100 تنها نکتهش اینه که ما حرف ببخشید عدد 60 رو 60 می نویسیم ولی لش رو نمی خونیم 60 60 حالا که تا صد رو یاد گرفتید باید اعداد دو رو هم یاد بگیریم بتونیم بگیم یازده، بیست و پنج، هفتاد و شیش تمام عدد اولتون از دهگاناتون انتخاب بکنید یرمی حالا یه یکام بهش بدید یرمی اچ بیست و سه میخواییم بگیم سی و سه یعنی سی و سه اتوز میخوایم بگیم پنجا و هفت یعنی الی و یدی الی و دی میخوایم بگیم نود و نه. دوکسان دوکوس حالا که تا اینجا رو یاد گرفتید یک بار از یک تا صد رو دوباره با هم مرور کنیم بیر ایکی ایچ درت بش 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. حالا اعداد 100 تا هزار ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما اینجا عدد رو میگیم

بین بین یعنی هزار ما الان تونستیم از عدد صد تا هزار رو بخونیم حالا اگر بخوایم بگیم مثلا سه هزار و چهار صد باید سه رو بیاریم هزار رو بیاریم و چهار صد رو بهش اضافه کنیم بگیم اوچ بین درت یوز حالا میخوام بگم ۳ یعنی سه بیارم به اضافه چ 3 اوچ یوز, کرک پس وقتی دارید از صد به بالا عددی رو میارید عدد رو بیارید صد رو بیارید ادامهش رو بیارید یعنی مثلا دویستوپزده باید بشه ایکی یوز عمش حالا وقتی میخواید هزار بیارید دوباره باید عدتتون رو بیارید صدتون رو بیارید و ادامه جمله اوچ بین بش یوز سکسن یعنی سه هزار و پونصد و هشتاد حالا بین رو یاد گرفتید به بالا دیگه میتونید بسادیدش عدد بعدیمون هست میلیون بیر میلیون ایکی میلیون اون میلیون یوز میلیون همینطور بگیرید برید تا بالا این چیزی بود که در مورد خانش عددها ها میتونستم بهتون یاد بدم توی تخته بعدی میخوایم بریم عداتش رو یاد بگیریم عدات پرسشیش رو منظورمه سوال کنیم ازش و نکته های دیگه ای که داره رو بهتون یاد بدم و چند تا تمرین روی عدد داشته باشیم هدیه به ابر تحته یعنیدم بیرلیکتا دوباره با همیم میخوام بهتون سایی یعنی عدد سایلار یعنی اعداد رو یاد بدم و با هم کار کنیم اینا چیان اینا ادات پرسشیان من این ادات پرسشی رو توی درس قبلی که می و مو رو با هم خوندیم یاد دادم اگه اون درس رو ندیدید لطفا دوباره برگردید و بخونید و یادش بگیرید حالا توی اعداد از اون ادات پرسشی که بهتون یاد دادم چجوری میخوایم استفاده کنیم شکل اولش هست کاچ چند چند کچ، مثلا کچ کشی چند نفرید بیز درت کیشیز ما چهار نفریم بعدیش هست کچ تانه چند تا کچ لیرا چند لیر کچ تومن چند تومن شما جلوی کلمه کچ هر چیزی رو بذارید دارید اون رو سوالی میکنید مثلا کاچتان المانوار چندتا وار چند تا سیب داری سو کچ آب چند تومنه بعدی کچنجی چندومین چندومین که شکل ساختن اینو یه ذره جلتر بهتون یاد میدم کچنجی صنف چندومین کلاس نکادار چقدر بود لک نکادر این بولیز چنده؟ چقدره؟ خب این عداد پرسشیه؟ عداد حالا بریم تخته بعدی خب بچه ها تخته جدید مثال های جدید و کاربورت های عدت ها اولین سؤالم اینه بیر Kaç yaşındasın? Çen salete. Kaç yaşındasın? Cevap veriyorum. Otuz dokuz yaşındayım. Yani siyonuh salame. 39 yaşındayım. Siz de bana yazın. Siz kaç yaşındasınız? Şoma çen saletini. Baron benevisit. İkinci soru.

ساعت 23 شب هستش. درس شماره 4، چند کیلو هستی؟ 89 69 89. 5 شماره، تهراندا kaç میلیون insan var? تو تهران چند میلیون انسان وجود داره اون میلیون هیوده میلیون اون میلیون آلت نمارا دوم تاریحی نیز نه دوم تاریحی نیز نه تولدتون کیه؟ تاریخ تولدتون کیه؟ این رو هم میتونم اینطوری به حروف و به عدد بگم هم میتونم اسم ما هم رو بیارم سفر سکیز اون بین اچیز آتمش بیر یا سکیز دی بین اچیز آتمش بیر یدی نمارا تلفن نمارن کچ تلفن نمارن کچ شماره تلفنتون چنده شماره تلفنت چنده صفر بش یوز اتوز اوچ صفر پونصد و سه صفر صفر بش یوز سکیز صفر یوز سکیز اونی یتمیش بونلار بازلاری کیشیسل بیلگیلر بعضی از اینها اطلاعات شخصی هستن اما بیس کارشه طرفموزا بونلارو سرارسا سیلهه بیلیریز اما ما میشنیم به طرف مقابل مون اگر اینهارو از ما سوال میکنه بگیم شیمده بن سیزه سریاروم بو سورولاردان از این سؤالها هنگی سیمی استیورسانوز هر کدومو که دوست دارید بانا برای من بنویسید بناکی جام اونها من میخونمشون خب اینا رو یاد گرفتیم حالا بریم تخته بر اعداد ترتیبی یاد بگیریم با هم دیگه <متصفح> <متصفح> یعنی تحت هموز یعنی گرامبریمیز چک عزل و, و گوزل بیرشی چک پراتیک چک کولانشله تخته جدید یه چیز خوب و قشنگ که هم ساده است و هم کاربردیه و اون چیه اون هست اعداد ترتیبی که سؤالش هست کچنج چندمین پسوند اعداد ترتیبی با این چارتی که براتون کشیدم هستش اون اونجو اینجی اونجو اینا پسوند ها نسبت به هم آوایی ما میتونیم این رو به اعداد اضافه کنیم عدد بیر چون ای نقطه دار داره پس من بهش اینجی اضافه میکنم میشه بیرینجی اولین ای ای داره بهش اینجی اضافه میکنم میشه ایکینجی سکته میفته بینش ما دو تا عدد دو تا حرف صدادار نمیتونیم کنار هم داشته باشیم واسه همین دارا میکنه تنگ میشه یکی از حروف باید بیفته و اون حروف اون حرف حرف پسونده تبدیل به ایکینجی میشه که قشنگ خونده بشه ایچ ای داره با این هماوایی میکنه میشه ایچینجی سومین درت یعنی چهار ö به من اینجو میده میشه درت اونجو یه ذره جلوتر خواهیم خون که حرف صدادار ت رو تبدیل به د میکنه پس به من دردونجو چهار رومین رو میده بش پنج میشه بشینجی پنجمین آلت با اونجو هم آوایی میکنه 6 که این میفته و 6 رو به من میده یه یعنی هفت ای داره با اینجی هم میکنه میشه یه اینجی میافته. یه دی هفتمین سکیز ای داره با اینجی هم میکنه میشه سکیز اینجی دو او داره دو نهمین آن او داره او داره با او هم آوری میکنه میشه آنونجو و ثابت میشن بچه ها بیرینجی ایکینجی اچینجی دردینجی بشینجی آلتینجی یدینجی سکیزینجی دکوزونجو آنونجو حالا شما بگید پنجاه و پنجمین چی میشه؟ Evet doğru, elli beşinci, sadomin, teşekkür ederim, yüzüncü, sadomin, hiç can arayın, taktiği badi Dora'nın püf noktaları. <Sessizlik> <Sessizlik> Nereye geldik? Koca olmadım. دورانون پیف نکتالار تحتسنا اومدیم به تخته فوت کوزگری دورا میخوام بهتون اینو یاد بدم که بچه ها اگر شما عدد دارید و کنارش یه نقطه دارید اون عدد رو باید ترتیبی بخونید مثلا توی این میشه یوزونجو صدومین حالا براش مثال بزنیم فرض کنید یه مسابقه است یه سری قوطی چیدن جلوتون رو ازتون میپرسن که یه عدد بگید میگه بنیم شانس آد تیم عدد شانس من یا سایم یا شماره شانس من یه دی هفته بنیم ده شانس آد دیم یه دی سیزین شانس آده دیم یه دینجی هفتمین عدد رو نوشته کنارش نقطه گذاشته یعنی یه دینجی کتویو آچ لطفا هفتمین قوطی رو باز کن لطفا یا یرمی اچنجی دوم گنوم بیست و سومین تولدم یا اونسکیزینجو یلدنومو یل دنمی همین سالگرد یاد بود یا هر چیزی که هستش اینو که یاد گرفتیم اینم یاد بگیریم که به بیرینجی یعنی اولین ایلک هم میگن پس ایلک و بیرینجی با همدیگه هم معنی هستن اشی تان لامدالار ارتا یعنی وسط بین ارتانجی یعنی وسطی اونی که وسط هستش مثلا اگر ستایه این وسطیه سون یعنی آخر پایان پایان فیلم های قدیمی که پایان می نوشتن اونا هم سون می نوشتن از اونجا سونونجو آخرین رو برای ما ساخته که حالا اگر یکی از شماها ها بچه های تحتقاری خونه باشید میشه سون بشیک یعنی تحتقاری آخرین بچه خونه بشیک یعنی گهواره سون یعنی آخر این آخرین گهواره مال شمایی بوده که سوم بشیک سینیز هنگلی بشیک یازون بکلم کدومتون تحت اقاری هستید بنویسید ببینم حالا من میپرسم کچنجو چجکسون چندمین بچه ای ایلک چجوم اولین بچه هم. برینجی چجوم اولین بچه هستم یا اوچونجو سومین اینو دیگه نیاورده فقط با مینومون نشون داده که سومین بچه است اوچونجو سؤال بعدی اوینیز نیز کاچینجی کاتا خونهتون چندمین طبقه است سیزین اوینیز نیز کاتا بنیم اویم 11. کاتا. 11. کاتا. خونه من توی یازدهمین طبقه است. طبقه یازدهمه. اینطوری بهش جواب بدید. سیز دبانا یازن کچینجی چوجکسونوز، اوینیز کچینجی کتا و کاش یاشنده سنوز. هپسین اوکیجام، سوز بریارم. قول میدم همشو بخونم. بریم روی تخته بعدی توی تخته بعدی ما اعداد توزیعی رو یاد میگیریم یه نیدن نیز بریم روی اعداد توزیعی پس اعداد توزیعی هستش آر و ار برای اعدادی که با بی صدا تموم بشه و شار و شعر برای اعدادی که با صدا تموم بشه اصلا این اعداد توضیعی چه شکلیه تو فارسی دیدید میگیم دو تا دو تا بیاین پنجتا تا پنج تا بخور این پنجتا تا دوتا پنج دو تا دو تا رو میخوایم با هم یاد بگیریم و درست کنیم بچه من ثابت شده های هر عدد رو ده معمولا براتون نوشتم که بدونید و یاد بگیرید و ادامش هم همین شکلیه پس نمیخواد هی ببینید با کی و با چی داره هم آوایی میکنه بیر به خاطر ای ار میگیره میشه بیرر یعنی یکی بیرر بیرر یه یعنی یکی یکی بخور یه دونه یه دونه بخور ایکی شر دوتایی ای. ایکی شر ایکی شر گلین دوتا دوتا بیاین حالا من میتونم فقط از دوتا استفاده کنم و بگم ایکی شر ولی معمولا دارن روش تأکید میکنن یچر ستایی دوردر، دردر چهار که تبدیل میشه طی ما به بشر یعنی پنجتایی من این کلمه رو براتون اینجا نوشتم چون خودم از این ضرب المثل این شار و شعر یادم بود نوشته انسان بشر انسان بشر هستش بشر شاشار و بشر احتمال اینکه خطا بکنم وجود داره که مصطلح از انسان جایز الخطا داره پس انسان بشر بشر ششار آلتشار شیشتایی یدیشر هفتایی سکیزر هشتایی دوکوزر نهتایی اونار دهتایی حالا این دوتا آبیا نکته هاشه میتونیم از اینا استفاده کنیم که قشنگتر باشه تکر تکر سرون تک یعنی یک دانه تکر تکر یعنی یکی یکی بپرسید شما الان کلی از من سوال دارید منم دارم بهتون میگم یکی یکی بپرسید که بتونم جواب بدم تکر تکر سرون یکی یکی بپرسید کیشی باشه یعنی هر نفر باش یعنی کله کیشی یعنی شخص کیشی باشی یعنی هر نفر کیشی باشی اچر تانه یا اچر اچر یا پن هر نفر ستا ستا یا ستا دونه انجام بده از هر دو حالتش میتونم استفاده کنم کیشی باشی اچر تانه یا پن کیشی باشی اچر اچر یا پن تمام، سیزده بود درس اکیون، کیشی باشین بانا اوچهر اوچهر کامنت کنید. من اکیجم آنها رو. بیده که تحت هموز ندیر؟ اوه، تخته وعدی اعمال ریاضی زرب و تقسیم و اینا رو یاد بگیریم. اینا چی هم براتون نوشتم؟ چهار عمل اصلی در ریاضی هستش که آرت یعنی مثبت آرت بش درجه ما اینو در مورد هوا میشنویم توی هواشناسیها ها میگن مثبت پنج درجه آرت بش درجه اکسی یعنی منفی اکسی ایکی منفی دو هاوا اکسیکی چارپو زرب بلو تقسیم اشیط مساوی یوزده یعنی درصد. مثلا میپرسن یوزده کاچ چند درصد یوزده بش یوزه بش پنج درصد حالا اون اعمال هستش توپلاما یعنی جمع کردن چیکارما کسر کردن چارفما ضرب کردن بلمه یعنی تقسیم شما احتمالا توی سریال ها بلوم دیدید یعنی قسمت مثلا می نویسه و ومین قسمت عدد رو مینویسه کنارش نقطه میذاره که باید ترتیبی بخونیدش و بلوم رو استفاده میکنه اونم هم از همینجا آمده 23. بلوم مثلا شیمدی اشیت مساوی اشیت تیر مساویست با خوب حالا یه چیزی که زیاد استفاده میکنن این هستش میگن کادونلار و ارککلر اشیت خانوم ها و آقایون مساویان، هن. اشید تیر مساوی هن. برابر هستن با هم اینجور جاها اینو استفاده می کنیم. این آرتلار و اکسیلر معنای مزایا و معایب رو هم به ما میده مثلا میگم بو ایشین آرتلاری اکسیلرینه مزایا و معایب این کار چی هستش؟ خب بچه ها درس امروز ما همینجا به پایان میرسه شما میتونید توی درس دوم کتاب استانبول آبیر این مطلب رو پیدا کنید بخونید یادش بگیرید و برای من لطفا کامنت بذارید اونهایی هم که بهتون دادم و حل کنید و بنویسید حتما میام چکش میکنم Sevgili baylar bayanlar biz bugün çok önemli ve kullanışlı bir ders öğrendik. O da sayılar. Artık siz rahatlıkla sayıları kullanabilirsiniz. خانوم ها آقایون عزیز دوستان عزیزم ما امروز یه درس مهم و کاربردی یاد گرفتیم و اون هم اعداد بود شما دیگه بعد از این میتونید در مورد وزنتون کیلوتون سنتون صحبت کنید قیمت بپرسید و اعداد رو استفاده بکنید امیدوارم این درس براتون مفید بوده باشه استفاده کنید هر سالی هم داشتید من همینجا هستم میتونید از من بپرسید اگر ما رو سابسکرایب نکردید بفرمایید سابسکرایب کنید لایک like و کامنت یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید به ما انرژی بدید تا ما هم بتونیم با انرژی بهتری برگردیم درس های بهتری براتون تولید بکنیم سیزی چک سویوروم بی دا هاکی سنفا گرشمک بیزره افندیم حوش اما دوست چکلن